سلام، من میسیز ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخوایم از مخالفت همسر بنیامین بهادری با واکسیناسیون کرونا بهتون بگیم. مرسی که امروز هم به ما سر زدین و مثل همیشه به ما لطف دارید و ما رو لایک و سابسکرایب میکنید. این کار شما باعث میشه که ما بیشتر دیده بشیم. همینطور اگه از کانال ما خوشتون اومد، برای اینکه در جریان برنامه‌های بعدی ما هم قرار بگیرین، فقط کافیه اون زنگوله رو فشار بدین. گذشته گروهی از مخالفان واکسن کرونا مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران جمع شدند و اعتراض خودشون رو به واکسیناسیون اجباری نشون دادن، در حالی که بسیاری از اقدام این افراد اظهار تعجب و انتقاد کردند. همسر بنیامین بهادری شایلی محمودی حمایت خودش رو از مخالفان واکسیناسیون ابراز کرد. شایلی محمودی در یه استوری اینستاگرامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برای این تجمع ضد واکسن تبلیغ کرد. اما این اولین باری نبود که همسر بنیامین بهادری عقاید ضد واکسن خودش رو ابراز میکرد. او سال گذشته هم در یه لایو اینستاگرامی به والدین توصیه کرد به کودکان خودشون واکسن نزنن. همسر بنیامین بهادری در لایو اینستاگرامی خودش گفته بود که مادرانی که کودک دارن و زمان واکسیناسیون آنها رسیده، یه ساعت زمان بذارن و درباره کمپانی‌های تولید کننده واکسن تحقیق کنن و ببینن که تولید کنندگان این واکسن ها و خانواده اونها چه کسانی هستند و چه تاریخچه ای دارن. بسیاری از واکسن ها حاوی مواد خطرناکی هستند که دلیلی بر وجود آنها در واکسن ها نیست. این مواد با اهداف غیر انسانی در واکسن ها وجود دارند و میشه درباره اونها بحث کرد. این اظهار نظر واکنش های بسیاری رو به دنبال داشت. در این میان کیانوش جهانپور در همون زمان در کسوت مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در توییتی در صفحه شخصی خودش به صحبت‌های همسر بنیامین بهادری واکنش نشون داد و گفت آندرو ویکفلد، پزشک شیادی که جنبشی ضد واکسن را اندازی کرده بود، 10 سال پیش به دلیل رفتارهای غیر اخلاقی، سوء رفتار علمی، فریبکاری و کلاهبرداری محاکمه و پروانه تبابتش لغو شد. در سالهای اخیر شیادهای اینجا این دکان رو دایر کردند و اخیراً هم همسر یکی از خوانندگان. جهانپور در اظهار نظر دیگه‌ای در اعتراض به ویدئوی شایلی محمودی اظهار داشت در کشورها و جوامع مختلف افراد با علل و انگیزه های مختلف به جریانات ضد واکسن دامن می‌زنند. افرادی که ممکنه بعضن حتی اختلالات شخصیتی و یا اختلالات اجتماعی داشته باشند و یا افرادی که ممکنه دارای انگیزه های دیگه ای مانند تعارض منافع و یا انگیزه های مالی خاصی باشند. متاسفانه به جریان های ضد واکسن دامن میزنند و البته افراد ناآگاه و کم اطلاع هم بعضن ممکنه که تحت تاثیر این افراد قرار بگیرند، به طوری که حتی به نوعی در روند واکسیناسیون فرزندان و کودکان اختلال ایجاد شده و مشکلاتی رو برای سلامت اونها و سلامت افراد جامعه ایجاد میکنند. او افزود به هر حال اصل این رفتار، رفتار بیمارگونه ایه که فاقد هر گونه مستند و مدرکه و بر اساس اوهام و توهمات برخی افراده. این در حالیه که بزرگترین خدمت و سلامت بشریت در تمام دهه ها و قرون اخیر موضوع واکسیناسیون و ایجاد مسئولیت در برابر بیماری های واگیردار بوده. جهانپور تأکید کرد این اقدامات هم به نوعی مجرمانه است و هم به نوعی نشر اکاذیب در جهت تشویش اذهان عمومی تلقی میشه و رفتارهایی که از سوی مراجع قضایی قابل برخورد خواهد بود و حتی دادستان به عنوان مدعی العموم میتونه ورود کنه. به هر حال سلامت یک حق عمومیه و در این میان هر عامل یا فردی که سلامت جامعه رو تحت شعاع قرار بده به عنوان مخل یک حق عمومی دادستان میتونه به عنوان مدعی العموم ورود کنه و این موارد رو پیگیری کنه. بنیامین بعد از 2 سال از فوت همسر اول خودش، اواخر اسفند 1394، یعنی وقتی 33 ساله بود، برای بار دوم با دختری به نام شایلی محمودی ازدواج کرد. مراسم این ازدواج در کشور آمریکا برگزار شد و حالا ثمره این زندگی 2 پسر به نام بنسان متولد 96 و شایمین متولد 97. شایلی محمودی متولد 1 خرداد سال 1368
که بعد از ازدواج با بنیامین در سال 95 در فیلم سلام بنبری در کنار محمد رضا گلزار بازیگری رو تجربه کرد. خانواده محمودی در کشور آمریکا سکونت دارن و تنها یه خواهر داره. او به زبان هندی، انگلیسی و فارسی هم تسلط داره. فیلم سلام بنبری اولین تجربه هنری شایلی بود که موفق شد به شهرت زیادی دست پیدا کنه و علاوه بر این که در بین ایرانی ها معروف بشه، در بین هندی ها هم شهرت پیدا کرد. شایلی به دلیل تسلط به زبان هندی برای نقش آفرینی انتخاب شد و بعد از دادن چند تست بازیگری و گریم گزینه نهایی ایفای نقش در فیلم سلام بنبری شد و نقش یک دختر هندی رو بازی کرد. و از اونجایی که به چند زبان خارجی از جمله هندی تسلط داشت، در این فیلم به زبان هندی صحبت کرد. او در جریان رابطه عاشقانه با بهادوری قرار میگیره و با همسرش بنیامین بهادوری هم بازی میشه. شایلی در فیلم سینمایی سلام بنبری که اولین حضورش با بنیامین بهادوری خواننده مطرح آشنا میشه و این آشنایی در نهایت منجر به ازدواج میشه. بنیامین خواننده مطرح پاپ کشورمون دومین باره که ازدواج میکنه و همسر سابقش نسیم حشمتی به دلیل سانحه تصادف فوت میکنه و در نهایت بعد از گذشت چند سال در سکوت خبری با خانم محمودی ازدواج میکنه. حاصل ازدواج اونها دو فرزنده که اولین فرزند اونها در تاریخ 27 مهر 96 به دنیا میاد و دومین فرزندشون هم در سال 97 متولد میشه. بنیامین یه دختر از همسر قبلی خودش داره که اسمش بارانا هست. بنیامین بهادوری در سال 89 با نسیم حشمتی ازدواج کرد و سپس در 9 اردیبهشت سال 90 صاحب دختری به نام بارانا شد و بعد از درگذشت نسیم حشمتی در سانحه تصادف در سال 92 با شایلی در سال 94 ازدواج کرد. او توسط قربان محمودپور کارگردان فیلم سلام بنبری وارد بازیگری شده و تا قبل از این فیلم هیچ گونه فعالیت سینمایی نداشته. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً ما رو با لایک و سابسکرایب کردن همراهی کنید. همچنین برای دنبال کردن برنامه‌های بعدی ما اون زنگوله رو هم فشار بدید.